چیزی که این روزها برای کارشناسان خارج از ایران، یعنی خارجی و حتی کسانی که یک آشنایی حداقلی با دنیای سیاست دارن روشن شده، توان واقعی مردم در برابر نیروهای سرکوب خامنه‌ای. سوال اینه که چه چیزی که باعث شده که چنین نتیجه‌ای از این قیام گرفته بشه. همراه هستیم با ایمان نعمت‌اللهی تا کمی به این موضوع بپردازیم. با سلام به شما ایمان و تشکر از شرکتت در برنامه ما. سوالم اینه که این روزها همه جا مطرحه که ترس مردم ریخته و به همین دلیل هم قیام همچنان ادامه ده. ارزیابی تو چیه؟ من هم اجازه دید اول سلام عرض کنم به شما و به همه بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی و با درود به کانونهای شورشی و قیام آفرینان و تشکر از این که این فرصت رو به من دادید. اما در پاسخ به سوال شما خوبه به موضع‌گیری‌هایی که این روزها صورت گرفته یه نگاهی با هم بندازیم. برای مثال وزیر خارجه آلمان گفته خشونت جمهوری اسلامی ناشی از ترس محض است. حتما اطلاع دارید که آلمان مهمترین شریک تجاری رژیم بوده تا این سالیان و چنین موضع‌گیری‌هایی هرگز بدون حساب کتاب نمیتونه باشه، یعنی طرف بیگدار به آب نزده. یعنی ما باید بدونیم شهامت و بیباکی مردم ایران در برابر سرکوب رژیم به قدری بارز شده که وزیر خارجه یک کشور بزرگ اروپایی میاد چنین موضعی میگیره. البته این واقعیت، یعنی همین شهامت و بیباکی مردم ایران، مدت هاست در رسانه های خود رژیم هم راه باز کرده. به عنوان نمونه فردی به اسم سید حسن موسوی چلک که رئیس انجمن مددکاران اجتماعی رژیم 25 مهر به خبرگزاری ایسنا میگه اگر مردم نتوانند به مطالباتشان برسند و اگر این بار هم بحران بدون حل مشکل فروکش کند، دفعه بعد این اتفاقات خشونت‌آمیزتر خواهد بود. بله، نتیجه میگیریم وقتی ملتی اراده کرده که به خواسته دیرینه خودش، یعنی آزادی، برسه و حکومتی ملی مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک و انسانی بنا کنه، با رادیکالیسمی هم که این انقلاب مردمی در درون خودش داره، در نتیجه ما به این نتیجه گیری میرسیم که این انقلاب هرگز دیگه به عقب باز نمیگرده و به یک نقطه برگشت ناپذیری رسیده. همچنین باید توجه داشته باشیم که عزم و اراده جدی تمامی اقشار مردم ایران که تصمیم گرفتن یک هدف رو دنبال میکنن، اونم سرنگونی این رژیم هست. یعنی تصمیمی برای سر سوزن قصد سازش و کوتاه آمدن در مقابل این رژیم رو ندارن. همچنین تو این شرایط چیزی که خیلی جالب توجه هست زنان کشورمون هستن، زنان هموطنمون که به تنهایی در خیابان جلوی ماموران سرکوبگر رژیم میستن و شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر اصل ولایت فقیه میدن، یا جوانایی رو میبینیم که با دستان خالی در مقابل نیروهای تا دندان مسلح رژیم میستن، سینه سپر میکنن و شعار میدن و کوتاه هم نمیان. اینا همه نشون دهنده اینه که ترس ریخته. اگه بخوای یک برآوردی بکنیم، الان این جبهه رو گفتیم سر مردم و قیام و جوانان، جبهه مقابل چی؟ یعنی تو جبهه مقابل، جبهه رژیم رو از نظر ترس و وحشت و روحیه خلاصه چجوری ارزیابی میکنی؟ بله، سوال خوبیه. در جواب سوال شما باید بگم چند روز پیش که خود شخص ولی فقیه خامنه‌ای با تعدادی از این به اصطلاح دانشجوها دیدار کرد، توی این دیدارش تأکید کرد که باید از دانشجوها حمایت بشه. خب همین که خود خامنه‌ای میاد میگه از دانشجوها باید حمایت شه، این نشون دهنده اینه که چقدر میترسن و نشون دهنده ترس و وحشتشه. یا اگه توجه کرده باشید پاسدار سلامی که فرمانده کل سپاه پاسداران رژیمه، که سپاه پاسداران هم خب مهمترین نیرو ارگان سرکوب رژیم هست، دستورالعمل‌هایی رو داده در رابطه با قیام به نیروهاش که خیلی جالبه. میگه با هماهنگی حفاظت اطلاعات از بکارگیری کارکنان بریده، بی انگیزه، ناراضی و مسئله دار برای کنترل اغتشاشات خودداری کنید. یعنی ترسی که بر بدنه اصلی ترین نیروی سرکوب رژیم، یعنی سپاه، وارد شده برای جلوگیری از بریدگی بیشتر نیروهاش در مقابل قیام مردم ایران، که میاد خود این پاسدار چنین دستورالعملی رو به نیروهاش میده. یا نمونه دیگه، همین پاسدار سلامی در برابر تهاجم جوانان شورشگر به مزدوران میگه تمهیدات حفاظتی لازم را برای سرویس های عیاب و ذهاب کارکنان اندیشیده
و آحاد کارکنان از جمله رانندگان نسبت به حمله به این خودروهای مأموریتی توجیه شوند. البته منظور این پاسداد از خودروهای مأموریتی همون آمبولانسایی است که الان نیروهای رژیم برای جابجایی افراد خودشون و یا حتی دستگیر شدگان استفاده میکنن و تاکنون تعداد زیادی هم از این آمبولانس ها توسط جوانان شورشگر خوشبختانه به آتیش کشته شده. در ضمن این را هم باید اشاره کنم که یکی از مهمترین ابزار خامنه‌ای ممانعت از رسیدن صدای مردم ایران به جهان خارج است که نشون دهنده ترس این رژیم از افشای جنایاتش است. اما به اعتراف روزنامه ستاره صبح خود رژیم این طرح نیز شکست خورده. همین روزنامه میگه نه 50 هزار حقوق بگیر رادیو تلویزیون و نه هزاران میلیارد سرمایه‌ای که به دستگاه دروغ پراکنی داده شده، منظورش از دستگاه دروغ پراکنی همین صدا و سیمای حکومتیه، اما باز هم صدا و سیمای حکومت نتونسته دروغ‌هاشو به مردم بقبولونه، که این خودش نشون دهنده شکستشون در همین طرح‌های زده که اینترنت رو می‌بندن و از این کارا می‌کنن. چنانکه شاهد بودیم در حال حاضر هم ولی خوشبختانه در حال حاضر هر فردی خودش رسانه‌ای برای انتقال اخبار بیام شده. به این ترتیب هر جنایتی که نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای برای خاموش کردن صدای اعتراض به کار می‌برند، در مقابل تعداد بیشتری بدون ترس و با شجاعت تمام وارد صحنه میشن و در نتیجه بخش بیشتری از بدنه دستگاه سرکوب رژیم دچار لرزش و ریزش میشه. بله، با تشکر از شما ایمان به خاطر توضیحاتت و اینکه وقت گذاشتی و در برنامه امروز ما شرکت کردی. منم از شما ممنونم که این فرصت رو به من دادی توی این برنامه شرکت کنم و ازتون تشکر میکنم. خدا نگهدار. امید دیدم.